ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست، این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قبال. از ادب دارم، یه روز تاریخی دیگه، واقعا یک روز تاریخی دیگه، امروز 20 اردیبهشت ماست هم میهنانم و حتی یک لحظه از این ایام رو نباید از دست داد، چون ایران وضعیت خطیری داره، همه ما میدونیم. جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصه ها کم آورده، مثلا در منطقه خاورمیانه ناچار به عقب نشینی های خفت بار شده و ننگین. به دستور بشار اسد در اردوگاه هایی که محل اتراق نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی است، پرچم های جمهوری اسلامی رو پایین کشیدن، کارخانه ها و کارگاه های تولید مواد مخدر رو در خاک سوریه که متعلق به حزب الله و حکومت اسلامی و سپاه قدس، نیروی هوایی اردن بمباران میکنه. جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرده، چی نمیگه، چون با موافقت سوریه و اتحادیه عرب این اقدام انجام شده. نشون میده که جمهوری اسلامی در عرصه جهانی کم آورده، ناچار به عقب نشینی شده، عقب نشینی ها خفت بارن و برخی وقتها اونجایی که من شنیدم در خود ایران عناصری که نزدیک به شخص علی خامنه‌ای هستند انگشت اتهام رو به سمت خودش دراز میکنند که این آدم با این سیاست هایی که اتخاذ کرده هم حیثیت و آبروی رژیم رو از میان برداشته، هم حیثیت و آبروی خودش شد. به هر حال خب در چنین شرایطی اپوزیسیون باید کارهای درخشان انجام بده. امکانات و ظرفیت و بستر برای انجام کارهای اساسی واقعا فراهمه. در میان نیروهای اپوزیسیون در بیرون از کشور من شاهد واکنش طیف‌هایی هستم که به این باور رسیدن که تا زمانی که جنبش و اپوزیسیون در بیرون صاحب رهبر نشه، یعنی یک رهبر شناخته شده در رأس این جنبش قرار نگیره، نمیشه کار انجام داد. یعنی باید اپوزیسیون وارد مرحله به اصطلاح شکل دادن به یک سیستم، یک نظام رهبری بشه. اجازه که گفتگو کنیم در همین منزل، برنامه‌ای که آقای رضا کیان رو هدایت میکنه با نگین راغ عزیز، یکی از کنشگران سرشناس سیاسی و ژورنالیست. نگین جان خیلی خوش آمدی. ممنونم آقای میبادی، من درود میفرستم به شما و بینندگان نازنین شما خاصه در ایران. بنابراین نگاه شما الان متوجه موضوعی به نام رهبری، یعنی رهبری الان گفتمان در بین برخی از طیف‌های به ویژه نزدیک به طیف‌هایی که خواهان ایجاد یک نظام دموکراتیک شاهنشاهی برای ایران هستند، اونجایی که من استنباط کردم، درسته؟ ببینید آقای میبادی، من شخصا بله، من به نظام مشروطه پادشاهی اعتقاد دارم. فکر هم میکنم آلترناتیو فعلی ما حداقل برای دوران گذار وجود داره. من به نظرم شاهزاده رضا پهلوی تنها شخصی هستن که میشه روی ایشون حساب کرد، میشه روی سابقه سیاسی ایشون حساب کرد، شناخته شده بودن ایشون در ایران و تمام آمار و ارقامی که منتشر شده در طول سالهای گذشته نشون داده که ایشون تماکان برجسته ترین چهره سیاسی ایران هستند. اما آنچه که باعث شده این روزها این بحث داغ‌تر بشه، شورایی که به وجود اومد، از هم پاشید و دونه دونه کسانی که عضو این شورا بودن خارج شدن، باعث شده که بیشتر روی این مسئله رهبری صحبت بشه، اینکه یک توافقی باید صورت بگیره که بالاخره رهبر یک جنبش یک نفر میتونه باشه. این رو من نمیگم، یک مصاحبه‌ای آقای مهراد واعظی نژاد با آقای جک گلدستون که ایشون جمعیت شناس و متخصص انقلاب ها هستند انجام دادن که این خیلی مصاحبه جالبی بوده و توضیح داده در رابطه با این که مشکل اصلی ایرانی ها برای این که نمیتونن موفق بشن با وجود این همه از خودگذشتگی که دارن چه هست و هر چی که
بیشتر صحبت کرده، بیشتر درباره اهمیت این رهبری صحبت کرده، اشاره کرده به اینکه جنبش های بدون رهبری ممکنه طولانی مدت بشن اما در نهایت به موفقیتی نمیرسن. حتی جنبش هایی که به نداشتن رهبری معروف هستن رهبری داشتن، مثل مصر رو مثال زده و گفته که زمانی که جوانها به خیابان آمدن نمیتونستن اینها به تنهایی موفق بشن، کسانی که بهشون کمک کردن اخوان المسلمین بودن که خب نیرو داشتند و ارگنایز بودن، اینها اومدن کمک کردن و این انقلاب پیروز شد. اما ارتش بعد از این که دید نمیتونه بپذیره که اخوان المسلمین بیاد قدرت رو بگیره و ارتش رو کنار بذاره، ارتش بود که اخوان المسلمین رو کنار گذاشت و در نهایت همون سیستم گذشته سر کار اومد به یک شکل جدیدی. اما تأکید داره برای اینکه نمیشه بدون رهبری شما موفق نمیشید و من هم مثل بسیاری معتقدم که ایشون درست میگه، باید رهبری وجود داشته باشه، باید توافق وجود داشته باشه و نیروهای سیاسی این رو بپذیرن که در کنار هم برای هدف مشترک براندازی هست کار کنن، ولی تعیین نوع حکومت رو به بعد از براندازی بسپارن و اونجا جنگشون رو با هم دیگه شروع بکنن. الان باید جنگشون رو کنار بذارن و سعی کنن بتونن در موارد مختلف و اشتراکاتی که دارن بتونن با هم کار کنن. خب این 50% قضیه است نگی جان. گروهی مثل شما و خیلی یاره من میشناسم که همین روی موضوع رهبری تکیه دارن. البته نگی معتقد رهبری یک نفره، برخی هم معتقد هم میشه شورای رهبری درست کرد. حالا ببینیم که آیا جامعه ایران ظرفیت پذیرش چیزی به نام شورا رو داره یا نه، اگه شورای تشکیل بشه دوباره همون درگیری ها و همون وارفتن ها به اصطلاح در پیش خواهد داشت. به من بگید که آیا چنین آمادگی مثلا در شخص شاهزاده رضا پهلوی میبینید برای اینکه وارد چنین عرصه‌ای بشه به عنوان یک شخصیت قائم به ذات که میاد به عنوان رهبر بر وسط میدان و بعد بقیه بهش میپیوندن، چنین آمادگی هستش در امروز در شاهزاده رضا پهلوی؟ به نظر من 100% از ایشون سفرهایی هم که داشتن در ماه‌های گذشته بعد از اون جنبش بزرگی که در رابطه با وکالت دادن به ایشون اتفاق افتاد، من فکر میکنم که حرکت‌های ایشون یک مقدار متفاوت شد. حضور ایشون در کنار همسرشون در کشورهای مختلف، دعوت ایشون به اسرائیل در کنار همسرشون خیلی پیام مهمی داشت و خیلی باعث قوت قلب بود برای مردم ایران. به نظر من میشه این اتفاق میتونه بیفته. شورای رهبری دیدین که نشد. البته به نظر من مشکل بزرگی که این شورا داشت این بود که ببین آقای میبودی، شخصیت سیاسی بین این جمعیت فقط خود شاهزاده بودن. شخصیت سیاسی نباید از حمله بترسه، نباید محافظه کار باشه، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم رو بگیره. متاسفانه اشخاصی که اینجا حضور پیدا کرده بودن واقعا سابقه سیاسی نداشتن. به طور مثال خانم نازنین بنیادی که خیلی دلخور شده بودن و دلشکسته از حمله هایی که بهشون شده و اومدن هم از شورا بیرون. خب ایشون شخصیت سیاسی نیستن، طبیعیه که از این حمله ها واقعا آسیب ببینن. شما باید بتونی شخصیت سیاسی رو بیاری اونجا و باهاش بتونی کار بکنی. شخصیت سیاسی از قضاوت نمیترسه، از حمله نمیترسه. شما خودتون یک بار خاطرم هست من گفتیم که شما به ترامپ نگاه کنید، از 300 خورده میلیون جمعیت آمریکا نصفشون دارن به خودش و خانوادهش فحاشی میکنن و حمله میکنن اما ایشون داره کار خودش رو انجام میده. در رابطه با بایدن هم همینه، در رابطه با بقیه سیاستمداران هم همینه. اغلب سیاستمداران در سراسر دنیا مورد حمله مردم قرار میگیرن. یه جایی خب وضعیت بهتره، پاسخگو هستن، ولی این حمله ها به شدت که یه کشور مثل آمریکا نیست، مثل ژاپن. ژاپن احترام اون شخصیت های سیاسی حفظ میشه اما شما میبینید که چقدر پاسخگو هستن. خب این یک فرهنگ سیاسی پشتشه، چیزی که ما نداریم. و
این باید به آینده موکول بشه، به سیستم آموزشی ما و حالا مسائلی که من نمیخوام واردش بشم. اما امروز برای این حرکت شما باید روی آدم‌های سیاسی حساب کنید، آدم‌هایی که ثابت قدم هستن و از ورود به این میدان نمیترسن، کارکشته هستن توی فضای سیاسی. آها. خب نه، میخوام ببینم که این حملاتی که شما میگید متوجه مثلا شخص نازنین بنیادی بوده، از نایه جمهوری اسلامی ارتش سایبریست یا نه اپوزیسیون، طیف های اپوزیسیون در بیرون از ایران؟ اغلبش از سمت ارتش سایبری جمهوری اسلامی بوده. اغلب بسیار. شما نگاه کنید یک رقم عجیب و غریبی جمهوری اسلامی ارتش سایبری داره آقای بهبودی، منکرش اصلا نمیشه شد. نازنین بنیادی چیکار میکرده که کس بخواد اونقدی بهش حمله بکنه؟ انتقاد بهش میکنن، حمله هم بهش میکنن آدمای عادی، اما اونی که هدف قرارش میده و میخواد از پا درش بیاره ارتش سایبری، اونه که بلده چیکار بکنه. ولی خب نازنین بنیادی اساسا شخصیت سیاسی نیست، سلبریتی هست. خب کار فعالیت حقوق بشری، بیشتر سلبریتی ها شما در آمریکا نگاه کنید فعالیت حقوق بشری میکنن، در فعالیت سیاسی نمیکنن. فعالیت سیاسیشون خیلی محدوده، در انتخابات ها میان و مثلا حالا بیشتر هم سمت دموکرات ها رو میگیرن. در رابطه با نازنین بنیادی هم خب نمیشه این منکر این نمیشه شد، ایشون آدم سیاسی نبوده و مورد حمله قرار میگیره، طبیعتا یه جای آدم میشکنه، سخته تحمل این ضربه. من معتقدم انرارا استنبادی که کردم، ما مهرهایی داشتیم که واقعا ثروت این جنبشن، شخصیت هایی که ثروت این جنبش من همشون، بسیاری از اینا رو اسپوردی، بسیاری هموطنان ما میشناسن. شاید اینا در جایگاه درستی نبودن، اگه در جایگاه درست قرار میگرفتن و در بستر درست شروع به فعالیت میکردن خیلی قضیه فرق میکرد. اینا ناچار نبودن در کنار دیگرانی بنشینن که بعدا ناچار بشن از اونها جدا بشن، یعنی معلوم شه ارتباط ارگانیک بین اونها نبوده، یا پیش از اون که اصلا همدیگر رو بشناسن در کنار هم قرار گرفتن برای انجام یک کار خطیر، بعد متوجه شدن که نه هیچ نوع سنخیتی با هم ندارن. خیلی خطرناکه و من فکر میکنم ما این ثروت ها رو با تک تکشون رو حفظ کنیم. همه خیلی به کار ما میان. نازنین بنیادی رو فراموش نکنید، چه درخششی در سازمان ملل داشت به عنوان سخنگوی همه ما، کارش رو درست انجام داد. و من تصور میکنم که شاید به خاطر همون فعالیت و همون حضورها، همون درخشش‌ها بوده خیلی از اینها، اینا هدف ارتش سایبری قرار گرفتن. متاسفانه اغلب هم به پای اپوزیسیون در بیرون از ایران گذاشته شد. البته ما در بیان نیروهای اپوزیسیون هم آدمهایی داریم که کارهای مشکوک انجام میدن، یعنی به جای جنگ با جمهوری اسلامی جنگ با نیروهای دیگر در خارج از کشور رو هدف قرار دادن، در نتیجه سعی کردن که اصلا جنبش رو منحرف بکنن یا توجه به جنبش رو بر بگیرن از همه ما. اینا خیلی مقصر بودن در این کار. خانم راق بفرمایید. ببینید آقای میبادی، شما با یک حکومتی مواجه هستید 44 سال داره آدم میکشه، ثروت‌های ملی رو داره خرج تروریسم میکنه، کاری نبوده که بر این ملت روا نداشته باشه، ستمی نبوده که نکرده باشه. همینطوره. خب نمیشینه تماشا کنه که شما ساقطش بکنید و بعد جایی هم نداشته باشن فرار بکنه. برای این چه کار میکنه؟ براتون اپوزیسیون میسازه، براتون رسانه میسازه. شما کسانی که اصلا فکرشو هم نمیتونید بکنید که اینها ربطی به جمهوری اسلامی داشته باشن، در قالب فعال سیاسی میان برای شما فعالیت میکنن، خیلی هم حرفای قشنگی ممکنه بزنن، اما شما باید به عمل انسان ها نگاه بکنید. اون یک مبحث جداگانه ایه، اون کسانی که نفوذی هستن جمهوری اسلامی میفرسته، اما اینکه شما خبره باشید در کارتون در فعالیت سیاسی، این بسیار مهمه. به طور مثال سر تظاهرات هایی که برگزار میشه خارج از ایران، اینها باید سازماندهی بشه. پرچم هایی که اونجا آورده میشه، بیشترین تصاویر باید تصاویر کشته ها، اعدامی ها، زندانی ها، این تصاویر باشه، باید پیام داشته باشه، این تصاویر سازماندهی شده باشه. نمیشه بیان شما یک تظاهراتی برگزار بکنید مثلا پرچم قبیله پاپا
جا در حرکت باشه. این یه چیز عجیبیه، نه اون کشوری که شما دارید اونجا تظاهرات میکنید میفهمن منظور شما چی هست، نه مردم که در ایران دارن این صحنه رو تماشا میکنن براشون خوش هست. پرچم فلسطین هم بود، پرچم فلسطین هم من دیدم، پرچم فلسطین، پرچم کشورهایی که اصلا شما نمیتونید بشناسینشون، باید بگردیم پیدا کنید. خب بنابراین اینها همه احتیاج به تجربه داره، کار سیاسی داره. به طور مثال من از کسانی بودم که تا تظاهرات برلین هم از آقای اسماعیلیون حمایت کردم، مدارک و اسنادش وجود داره، پتیشنشون امضا کردم، از همه خواستم امضا کنم. خب اتفاقاتی که در برلین افتاد خوشایند نبود. شما استیج رو در اختیار یک جمع قلیلی بگذارید که باید صدای اونها هم شنیده شد، خب اون جمعیت، اکثریت جمعیت هم شما باید اونجا جا بدین اگه بخواین همدلی ایجاد بشه. و وقتی که بهشون انتقاد شد متاسفانه ایشون گفتن خب هر کس بره تجمعات خودشو بذاره. خب این حرف رو یک آدم سیاسی نمیزنه آقای میبودی. من اینو میفهمم آقای اسماعیلیون بر اساس یک جنایت واقعا باور نکردنی پاشون به مسائل سیاسی باز شده، من میتونم اینو بفهمم. ولی خب این طرف قصه هم شما باید نگاه کنید. مردم حق دارن، مردم هم انتظاراتی دارن که ایشون، من انتظار داشتم که ایشون این رو بپذیرن، بشنون و بگن چه اشکالی داره دفعات بعد با هم دیگه صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، تبادل نظر میکنیم و این کار انجام میدیم، این تظاهرات های زیبای خارج از کشور رو ادامه میدیم. ولی متاسفانه خب این اتفاق نیفتاد. این هم من میذارم به پای این که تجربه سیاسی وجود نداره، آدم های سیاسی نیستن. ما اگه بخوایم موفق بشیم باید زنان و مردان سیاسی به میدان بیان، جوانترها به میدان بیان، مسئولیت بپذیرن و از تجربه کسانی که پا به سن گذاشتن اما در این عرصه خیلی فعالیت کردن، تجربیات زیادی دارن، از تجربیات اونها استفاده بکنن و بتونن با مردم، با نیرویی که مقابل مردم وایستاده برای سرکوب، ارتباط برقرار بکنن، برای آینده تضمینی به اینها بدن که اعدام نمیشن، کشتار راه نمیفته توی مملکت، مملکت دوچار هرج و مرج نمیشه، تا شما بتونید این حکومتی رو که دوچار هزار و یک مشکل هست از نظر اقتصادی، شما واقعا هیچکی نمیدونه توی ماهای آینده شما با چه موج تورمی مواجه خواهید شد، ولی جمهوری اسلامی اینو میدونه، بنابراین چون میدونه که با چه مشکلاتی روبرو هست میاد اعدام میکنه فقط برای اینکه بترسونه و 4 صباح بیشتر عمر بکنه. اما همه اینها وابسته به این هست که نیروی مؤثر اپوزیسیون بتونه کنار همدیگه وایسته، با هم کار کنه و با همدیگه به جنگ نپردازه، وقتشون رو صرف حمله به همدیگه نکنه. واقعا حکومتی موتور رذیلته و ناجوانمردی و بیشرافتی، هر جا دچار تنگنا میشه، مشکلات اقتصادی میره به سراغ مردم، اعدام میکنه تو منطقه خاورمیانه، هر جا با خفت روبرو میشه ناچار به عقب نشینی میشه، دچار ناکامی میشه، دچار شکست های فاحش میشه، باز میفته به جون مردم. یعنی زورش به مردم میرسه، اونم مردم بیدفاع. بلوچ ها رو بید، هر 6 سال یه بلوچ رو کشته، هر 6 سال. بله. ما نگینه راقه نگید جان، هیچ شده مثلا از سوی طیف شما چنین پیشنهادی روی میز شاهزاده قرار بگیره که بیاد به عنوان یک رهبر قائم بذات در وسط میدان تو بقیه بیان در اطراف شما جمع بشن؟ شده این کاری کردی یا نه؟ بله. بله بله بله، این اتفاق افتاده بارها بارها، ایشون خواسته شده، ایشون حاضرن این مسئولیت رو تا زمان اینکه به ایران از شر جمهوری اسلامی راحت بشه، حاضرن این مسئولیت رو بپذیرن. مشکل اونجا پیش میاد که طیف های مختلف همش میخوان این مسئله رو شورایی بکنن. طیف های یعنی طیف های مشروطه خواه؟ نه فقط مشروطه خواه، مثلا کسانی که قرابت داشتن، مثلا با همین کسانی که در این گروه های در این شورا حضور داشتن. خب این شورا شما هم گفتین به صورت ارگانیک شکل نگرفته بود، با فشار رسانه این اتفاق افتاد، اینها نمیتونستن با هم دیگه کار بکنن. به جای اینکه شما بیاین اینا رو توی قالب یک شورا جا بدین و بخواین به زور اینا با هم دیگه کار کنن، هر کسی میتونه کار خودش رو انجام بده، در موردهای خاص اینا میتونستن بیان با هم دیگه کار کنن. شما به نمونه خوبی اشاره کردید،
نازنین بنیادی میره توی سازمان ملل، میتونه صحبت کنه، صحبت‌های خوبی میکنه، توجه زیادی رو جلب میکنه و خب این یک نتیجه خوبی هم به بار میاره. همیتون. این میشه یک کار مفید سیاسی که هر کسی در جای خودش قرار بگیره و انجام بده تا ما به نتیجه برسیم. کسانی هم هستن متاسفانه که میان وابسته هستن به این اشخاص، این اشخاص رو قبول دارن، من همشون رو میگم، و میان به بقیه مردم، بقیه فعالان سیاسی یا مردم عادی که نظرشون دارن میگن، تو شبکه‌های اجتماعی حمله میکنن. شما به عنوان شخص سیاسی وظیفه دارین از طرفدارانتون بخواین که خشونت کلامی جنسیتی رو کنار بذارن، به آدم‌ها حمله نکنن، برچسب نزنن، کاری که شاهزاده بارها انجام دادن. خب خیلی هم گوش نمیدن، ولی شما به عنوان شخصیت سیاسی موظف هستین این کار انجام بدین. به نظر من این وسط نگین جان، مردم خیلی نقش مهمی میتونن داشته باشن. الان دیگه تکلیف روشنه، یعنی اگر دیدید افرادی، اشخاصی، طیف‌هایی، حالا تو کلاب هاوس باشه، نمیدونم توی شبکه‌های اجتماعی باشه، توی رسانه‌ها باشه، به دیگران میپردازن، به ویژه در خارج از کشور، جنگ با جمهوری اسلامی رو کاملا رها کردن و سعی میکنن نفاق ایجاد بکنن، دیوارکشی کنن بین نیروهای اپوزیسیون، شخصیت ها، سعی میکنن پرونده سازی بکنن. خب آقا اینا رو رها بکنید، به اینا اعتنا نکنید، اینا در جبهه دوست نیستن، اینا با ما نیستن، اینا فرزندان این مملکت نیستن که از خواهران و برادران خودشون که جان بر کف دارن در ایران مبارزه میکنن حمایت و پشتیبانی بکنن. نقش افکار عمومی این وسط خیلی مهمه، نگی اینجا به نظر من نقش افکار عمومی خیلی مهمه، تحریک نکردن افکار عمومی هم مهمه. آقای میگه همینطوره، شما سه مورد رو رعایت بکنن، همه کسانی که دارن در این عرصه فعالیت میکنن، من به شما قول میدم تعداد این جنگ ها خیلی کم میشه. فقط میمونه ارتش سایبری جمهوری اسلامی، چون مردمی که به جیان آمدن و میخوان شر این حکومت راحت بشن، وقتی که ببینن نیروی اپوزیسیون داره موثر کار میکنه که بهش حمله نمیکنن. سه مورد، حقوق بشر باید رعایت بشه در آینده ایران، تمامیت ارضی ایران باید حفظ بشه، این بسیار بسیار مسئله مهمیه، بعدیه که جمهوری اسلامی داره روش بازی میکنه. هزاران هزار بار ما اینو گفتیم که نکنید این کار. و اینکه انتخابات آزاد قرار برگزار بشه، نگران نباشید، آنچه که شما حکومت مد نظر سیاسیتون هست میتونه فردای براندازی در دوران گذار اون احزاب سیاسی بیان صحبت کنن، تبلیغات کنن بر خودشون، همه چیز واضح و روشن بشه و شما در یک انتخابات آزاد شرکت بکنید و نوع حکومت رو مشخص کنید. اینها اصلا مسائل سخت و دشواری نیست که نشه دربارش با مردم ایران صحبت کرد. مردم ایران مردم فهمیده‌ای هستن، مردم صبوری هستن، مردمی که 44 سال حداقل در از آبان 96 دیماه 96 و قبلش البته در 95 در پاسارگاد مردم از این حکومت عبور کردن، این همه فرصت دادن به جمهوری اسلامی که اصلاح بشه و نشد. بنابراین مردم به خودی خود سر جنگ ندارن، مردم رو میشه باهاشون صحبت کرد، میشه حمایتشون رو دریافت کرد و میشه روی مردم ایران حساب کرد. تشکر میکنم نگین راق عزیز. همینم جمعه، یعنی میشه پس فردا، نگین در برنامه خواهد بود با خانم مریم معمار صادقی. ببینیم نظر خانم معمار صادقی چیه، شاید تقابل دو نگاه دو نظریه باشه، حتما برنامه رو پیگیری کنید. نگی جان سلیمانه سپاسگزارم، سلام بلند بالای من به علی نیری عزیز، ممنون دکتر نیری، جاش خالیست، امیدوارم در یکی از برنامه حتما اونا رو در استودیو داشته باشیم. رضا جان هم برنامه رو به خوبی هدایت کرد، ازش سپاسگزارم، ممنون. تا گفته بود گرده نگی جان، سپاسگزار نگین راه. سپاس از شما آقای میبودی و رضا کیهان عزیز.